یه پیشنهاد دیگه هم دارم که حالا شاید شما هم نخواهیم به پولای ما دست بزنین، همینجوری که ما اعتقاداتی داریم به پولای شما دست نمیزنیم، شما هم شاید اعتقاداتی داشته باشین پول ما رو نخواهیم، ولی پیشنهادی دارم. قبلا فیلمش هم پخش کردیم توی برنامه که طرف میگفت آقا میری بطری پلاستیکی و اینا تو خارج جمع میکنی میری میدی مغازه بهت پول میدن، بعدم میگفت سالی نمیدونم 3000 دلار 30000 دلار انقدر میشه، شما هم که هستی اینا بیکارین دیگه، سالومه از امید هست اون هم کارشناس هستن، اینا همه رو جمع کنین 100 نفری میشین، برین این بطری پلاستیکی زباله اینا رو همه رو جمع کنین برین اونجا تحویل بدین پول بگیرین، اصلا کلی پول میشه، قشنگ میتونیم شبکه رو از زمین بکنیم بیایم بالا یه شبکه درست حسابی راه بندازیم با آشغال، همینجوری که با آشغال خرج برنامه رو در میارین تولید محتوای آشغال هم دارین از همه چی به هم میخوره. سلام خدمت گزارشگر خوب من و تو، این دلغکی که میبینید توی برنامه پاورقی صدا و سیمای میلی داره میگه که برای راه اندازی شبکه من و تو عوامل شبکه برن زباله ها رو به قول گفتنی جمع کنن و بدن به بازیافتی ها و یه پولی در بیارن و بتونن شبکه را بندازن. سوالی که من دارم از این دلغک اینه که چی فکر کردی تو اون مغزه نداشتت که به نظرت جمع کردن پلاستیک و زباله و بازیافت اون سوژه‌ای برای مسخره کردن و تحقیر و تخریب؟ همینجوری فکر کردید که نمیشه تو جنگل‌های شمال پا گذاشت انقدر که همه جا زباله است؟ اگر توی مغزتون زباله است مثل جنگل‌های شمال، حداقل دهنتون رو باز نکنید. حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن که بلدید، اونم بلد نیستید. شبکه مناطو مثل شما نبود، از پول نفت و بیت المال 40 سال دارید هزینه میکنید، هیچی به هیچی. الان هم من نمیدونم چی جوری تلویزیونم روی صدا و سیما افتاده، داشتم راحت میشدم فقط این برنامه رو دیدم، ولی زمین گرده آقای دلغک، به زودی شما رو هم می‌بینیم.